با نام خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در شهر جویم استان فارس و داریم جاذبه های دیدنی این شهر زیبا رو مرور میکنیم. ما در کاروانسرای هستیم که در اون جشنواره بوم محلی هستش، غذاهای سنتی، صنایع دستی و خلاصه در مورد ادب و هنر شهر جویم میخوایم بگیم. برای همین هم دعوت کردیم از یکی از شعرای شهر زیبای جویم، جناب آقای مسلم پور، علی اکبر مسلم پور، که برامون معرفی میکنن خودشونو و در مورد ادبیات غنی شهر جویم برامون میگن. شما و بینندگان هم سفر بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، علی اکبر مسلم پور هستم، عضو کانون ادبی پرنیان جویم. کانون ادبی پرنیان جویم از سال 92 تشکیل دادیم که هر هفته جلسه برگزار میشه، جلسه شعرخوانی، نقد شعر و داستان نویسی و فعالیت هایی هم کانون داره. از شعر تشکیل میدیم، شب شعر تشکیل میدیم، از شهرستان های همجوار دعوت میکنیم که در محفل عربی شرکت بکنن، مشاعره و نقد شعر و شعرخوانی هست. خودتون شاعرین؟ خودمونم شاعر هستیم. البته اعضای کانون 30 نفر هستیم که خواهران و برادران هستن و از اعضای کانون بعضیا نویسنده هم هستن علاوه بر این که شعر میخونن. ای شهر صالح، روز و شب اینجان سلامت می کند، جغرافیای شعر ما سامان صدایت می کند. این نام زیبایت شده زیبنده در افسانه ام، گو صد حدیث و شعر را با هم روایت می کند. از آب شیرین گویمت از چشمه اندر زیر کوه، این خدمت و ارزندگی انسان حکایت می کند. چون می درخشد سبز نامت در کبیر روزگار، با نور دیده هر کس از یک سو نگاهت می کند. سایی ندارد هدیه ای چون بیش از این شعر و غزل، صد گل ز بستان دلش هر دم نثارت می کند. تصاویری که شما از زن بیننده مشاهده کردین مرتبط میشه به پخت نان، که خوشبختانه در اکثر نقاط ایران پخت نان سنتی رو ما شاهدش هستیم. به ویژه اینکه هرچی شهرها از نظر تاریخی یه جورایی به تاریخ گذشته برمیگردن، اون شهرها رو ما میتونیم بیشتر این موضوعات سنتی رو در اون ببینیم. غذاهای سنتی و پخت نان سنتی در شهر زیبای جویم هم هست. آقای اسدی همراه ما هستن و برامون توضیح میدن که به چه شکلی هست. آقا سلام علیکم، دارم بینندگان بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم شبکه مستند و برنامه خوب همسفر. همونطوری که فرمودید، جویم از لحاظ تنوع غذایی و پخت نان مثل دیگر نقاط کشور به الحمدلله در رتبه خوبی هست و جایگاه خوبی داره، من جمله در تهیه و پخت نان، که ما نان نازک داریم، معروف هست به نان نازک، نان معروف هست به نان خمیری،
یه نمونه دیگه نان هست که بیشتر در مراسم پخت میشه به نام نان تقریبا شبیه نان هست به نام بالاتابه هست، نان زنبوری هست و یه نمونه دیگه نان هست که کوچکتر پخت میشه و تحت عنوان نان شیرین هست که مخصوص اعیاد و عید نوروز معمولا پخت میشه. غذاها هم که داریم و معروف ترینشون که تحت عنوان تهچین داریم که با گوشت حیوانی تهیه میشه، کوفته داریم که باز با گوشت حیوانی و حبوبات هست، شامی داریم و غذاهای دیگه مثل مسما هست، کشک و کدو داریم و چیزی که خاص که توی این شهر تهیه میشه بیشتر همین ها هستن. اما برمیگردیم به نان، نان یک در واقع میشه گفت غذایی محسوب میشه که شرایط پخته اون تقریبا در اکثر نقاط کشور یکسانه، مثل نان تیری و ما همینطور که در جنوب کشور داریم تماشا میکنیم اینجا هست، مرکز من دیدم و حتی در شمال کشور اردبیل و شهرهای آذربایجان هم من نان تیری رو دیدم که پخت میکنن ولی با اسامی مختلف. این نان زنبوری که گفتیم چه نانی هستش و چه فرق داره با نان نازک؟ و من دیدم یه مایه هم روی خمیر میریزن و اون رو تفخ میکنن، در مورد مایه هم توضیح بدیم. نان زنبوری که قسمت داره پخت میشه و بیشتر دون همون مراسم و اعیاد پخته میشه یا مناسبت های دیگر دارد. یه مقداری از لحاظ کیفیتش ضخیم تر هست ولی نرم تر هست که معمولا در اون بعضی مواقع از شیر هم استفاده میشه و اون مایه هم که روی این نان زنبوری ریخته میشه ما بهش میگیم ماهی روغن، یعنی بله یک میوه‌ام بهش میگن یا محیاوه هم میگن که خاص مناطق جنوب هست و از ماهی های بسیار کوچیکی که در دریا صید میشه خشک میشه و پودر میشه و یک پودرش رو به صورت محیاوه با روغن مخلوط میکنن و روی این نانهای زنبوری ریخته میشه. نان اسفناج هم دارین شما؟ نانی که با سبزیجات پخت بشه؟ بله، اونو ما تحت عنوان پیپخ بهش میگیم که معمولا از سبزیهای وحشی مثل بابونه و سبزیهای دیگر و خمیر روی همین چیزی داریم، تنوری داریم که بهش ما تو جویون بهش میگیم بریزه که تو قسمت‌های قبلی که فیلم برداری شد هم حتما بینندگان عزیزمون دیدن که تنورش که این بریزه هست با شاید سایر قسمت‌های کشور یکم متفاوت باشه. درسته. این نونی که روی بریزه پخت میشه از لحاظ کیفیت و ترد بودنش خاص هست تا اون نونی که روی تابه پخت. این بریزه جنسش از چیه؟ یک بریزه جنسش از چیه؟ یک سنگ‌های در بیابان هست که ما بهش میگیم بقایای اون خمره‌ها و اون کوزه‌ها هست که معمولاً بعضی خانم‌ها و آقایون اینا رو تهیه می‌کنن و در آسیا پودرش می‌کنن، به صورت خمیر بیرون می‌آورن، بعد اینو یک جای گنبدی شکلی دارن که روی اون گنبدی شکل پهنش می‌کنن و یک چیز دایره شکلی درست میشه و قسمت پایینش رو آتیش می‌کنن و شبیه تنور میشه، ما تا تنور که عمق داشته باشه نیست، برآمدگی داره. درسته. ما الان در کاروانسرای خواجه ابوالحسن هستیم و اینجا مراسمی هم هست که اهالی جویون به این مکان اومدن، به این کاروانسرا اومدن، یک جشنواره کوچکی رو شکل دادن و پخت نان سنتی، صنایع دستی، بازی‌های بوم محلی و موسیقی‌های محلی رو اینجا شاهدش هستیم. فضای شاد و مفرحیه، جای همه شما سبز و خالی. همراه و همسفر ما باشین، به تصاویری که از فضا گرفتیم توجه کنین و همسفر ما باش. تصاویری که شما بینندگان عزیز دیدین از شهر جویام هستش در جنوب استان فارس. آقای رحیمی همراه ما هستن از فرهنگیان شهر جویام.
قرار در مورد این جشنواره ها و بومگردی و مسائلی که در مورد صنایع دستی شهر جویبار هست برام بگین. شما بینندگان هم سفر سلام علیکتون رو میشنویم و توضیحاتتون رو. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. در شهر جویام هر ساله جشنواره بهار شهر جویام در این کاروانسرا که از زمان زندیه است به نام کاروانسرای خواجه ابوالحسن به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر هر ساله برگزار میشه. علاوه به مردم شریف جویام عده زیادی از هموطنان تشریف میارن. اینجا از صنایع دستی شهر جویام و جاذبه های تاریخی و گردشگری که این شهر کهن داره بازدید میکنن. شهر جویام یکی از کهن‌ترین بخش‌های ایران هست که 1316 بخشداریش تأسیس شده و یکی از شهرهای باستانی جنوب استان فارس است. خیلی هم خوبه. از صنایع دستی شهرتون بگین، چه صنایع دستی دارین توی جویام؟ در جویام عده زیادی از همشهریان من مشغول فعالیت هستن در زمینه صنایع دستی که برخیش رو شما فیلم برداری کردید، مثل پخت نان محلی و همچنین تهیه بعضی از وسایل و تزیینات منزل از برگ نخل فسیل، یا ما بهش میگیم فسیل یا همون نخل، درخت خرما، و همچنین قالی بافی، گلیم بافی، جیوه دوزی. برخی از صنایعمون هم متاسفانه به علتی که به مرور زمان حمایت نشده از بین رفته، که در گذشته رونق بیشتری داشت ولی الان کم رنگ تر شده. درسته. با همین جشنواره هایی که برگزار میشه در واقع میشه گفت شما صنایع دستی رو زنده تر میکنه، احیاش میکنه و به معرض دید عموم قرار میدین و تشویقی میشه برای کسانی که به شهر جویام میان و کسانی که اصلا یادشون رفته. درسته. چون صنایع دستی مخصوص پدر بزرگا و مادر بزرگا و قدیمی ها هست. اگه از قالی بافی صحبت میکنیم، اگه از گلیم بافی و جاجیم و گیوه صحبت میکنیم، اینا همه مربوط به دهه های 60 و 70 و نهایتا 80. متاسفانه در دهه 90 ما یه جوره صنایع دستی ارزشمند کشورمون رو داریم از دست میدیم. خیلی از جوانان ما دیگه روی نمیارن به خلق آثار دستی و صنایع دستی ارزشمند. این بعده انشالله که با دیدن این تصاویر شما هم راغب بشین، اگه صنعت خاصی هستش که جزء صنایع دستی ارزشمند شهرتون محسوب میشه همت کنین و اون رو احیا کنین. دیگه چه حرفی برای گفتن داره جویام؟ من میخواستم بگم که در شهر جویام 20 اثر تاریخی داریم که ثبت ملی شده و جویام در سال 1378 از سوی سازمان میراث فرهنگی به عنوان یکی از شهرهای تاریخی ایران به ثبت رسیده. ما در فاصله 230 کیلومتری جنوب شیراز هستیم. دعوت میکنم به ویژه از هموطنان که هر سال در فصل زمستان یا بهار تشریف بیارن. آثار تاریخی داریم مربوط به زمان ساسانیان، در زمان صفویه. کاروانسراهای زیادی هنوز سالم باقی مونده و دیدنی هست. آثاری داریم از جمله همین کاروانسرا مربوط به زمان زندیه است که خیلی جالبه. همچنین براتون این مطلب رو جالبه بگم، شاید برای بینندگان، که در جنوب استان فارس ما یک آبشار دائمی داریم به نام آبشار رحمت آباد که قطعا شما و همکارانتون هم تشریف بردین و فیلم برداری کردین. آبشار رحمت آباد یه آبشار دائمیه که در یک منطقه گرم و سیر جریان داره و یک نعمت خدادادی است که حتی مردم در فصل تابستون هم میرن اونجا و در فاصله 20 کیلومتری شمال جویام واقع شده. بسیار عالی. خیلی ممنون، تشکر از شما. حضورتون در برنامه همسفر، همراه و همسفر ما باشین، چرا که باز هم از جویام زیما براتون خواهیم. به نام خدا، من عزرا خانی از شهر جویام لارستان. بله.
الان غرفه که داخل اون نشستین چه غرفه ایه؟ غرفه قالی‌بافی و خیاطی، چیزای سنتی. لباس های سنتی، قالی بافی، البته این داری که من دارم میبینم قالیچه است. بله این قالیچه است. این قالیچه است که به لفظ محلی خودون میگین سچرکی. بعد چند نوع قالی داریم توی شهر جویان؟ قالی الان ما قالی که مثلا نقشش نفر داریم. الان این قالی که اینجا پهنه، هور گل و بلبل بهش میگن. همین قالیچه‌ای که دارم میبافیم نقش ترنج بهش میگن. گبه میبافیم. اینایی هم من از قدیم که مادر بزرگم و مادرم اینا بلد بودن، ما هم همینجور از اونا یاد گرفتیم و ادامه دادیم. شما قالیبافی شهرهای دیگر هم دیدین؟ اصفهان، نجف آباد، کاشان، تبریز؟ نه اونا مثلا که از نزدیک دیده باشم نه، مثلا همین تو فیلم و هرچی دیده باشم. بعد نقشه که شما میبافین چه اسمی داره؟ این که الان دار داریم؟ بله. این تورنج. تورنج. به جز تورنج چه نقشه هایی داریم؟ مثلا نقشه هایی که الان قبلان بافتیم اینو بهش نفر میگن. اینم گل و بلبل. دیگه مثلا همین نقشه که بافتیم دیگه چیزی دیگه. بله. چقدر طول میکشه تا قالی بافی رو یاد بگیریم؟ بستگی به هوش داره که ببینم بعضیا خیلی زود یاد میگیرن، بعضیا دیر یاد میگیرن. من خودم زود یاد گرفتم. این قالی هم 4 ماه طول کشید تا بافتیم. آها این قالی که الان میشه. این که الان خودتون بافتین. بله این خودم 4 ماه هم شده تا بافتم. نقشه‌ای که میبافی نقشه خود منطقه فارس یا اینکه از جای دیگه میاد؟ نه مال خود فارس. مثلا ما خیلی از این جور نقشه‌ها هم استفاده نمی‌کنیم. خیلی کم. بیشتر از رو خود قالی میبافیم. گبه چی؟ گبه هم مقصد جویومه؟ بله گبه هم میبافن. الان خود من بافتم قبلا. مثلا گبه این گوشه ها میبینی؟ این گوشه ها مثلا نداره. راسته بهش میمیره. خیلی زیاد هم گل و چین نداره. ساده هست بهش میگن گبه. فقط مثلا یه حوزه میذارن وسطش. خب برامون توضیح میدین که گبه سخت‌تره یا قالی؟ گبه. سخت‌تر؟ راحت. نه نه گبه آسان‌تره. گبه آسان‌تره. گبه آسان‌تره. بله با پشم گوسفندان بافته میشه دیگه. بله درسته. یه طرح ساده ساده است. ساده است. خیلی مثلا گل و نقش و چی نداره. برای سیاه چادر هم بیشتر استفاده میشه برای عشایه؟ همه جور استفاده میکنن. همه جور استفاده میکنن. کسانی که کنارتون نشستن لباسای سنتی دارن. این لباسای سنتی مخصوص خود جویومه؟ بله. کیا بیشتر میپوشن لباسا رو؟ بیشتر تو عروسی ها، مراسم های شادی، جشن که باشه این لباس ها میپوشن. آها توی مراسم شادی بیشتر میپوشن درسته. بعد رنگش هم متفاوته یا همه یه رنگه؟ نه متفاوت. برای قشر مثلا جوان و کهنسال و اینا چی؟ نه اینا فرق میکنه. مثلا کهنسال رنگ های تیره تر میپوشن، جوان ها رنگ های روشن تر شاد. به جز شما توی خانوادتون کی دیگه قالی بافی بلده؟ به جز من مادرم. کلن این خانواده مادریم پدریم همه بافنده است. مریم زاره هستم از جویوم پارس. بعد کارام هم گلیم بافی و قالی بافی و تر برجست هست. خب ما قالی بافی رو تو قفه قبلی دیدیم، شما گلیم بافی. گلیم با قالی چه فرقی داره؟ گلیم بافی از کانوا استفاده میشه ولی قالی از پشم گوسفنده. بعد قالی بافی هم دو نمونه داریم. بعد طرح فارسی هست و طرح ترکی. طرح فارسی یه بروافته مثل اینه ولی طرح ترکی چرخشیه مثل داره اونه. چرخشیه. بله. الان گلیمم که این کف پهنه از کانوا. بله از کانوا است. خب نقشه نمیبینم که روی دار قالیتون یا گلیمتون باشه. نقشه چرا؟ نقشه هست. تر هخامنش بیشتر من میزنم. پس حفظی باف نیست؟
اون طرح گچمه، اون گچمه است، خب اون باید ذهنی کار کنی، اصلا نقشه نداره، به طور ذهنی باید کار کنی. چقدر طول میکشه تا یه گلیم پایین بیاد؟ گلیم نسبتاً دو درسه، مثلا در اندازه دو درسه؟ دو درسه تقریبا اگه واقعا بخوای وقت بگذاری، خب دو ماه سه ماه میشه، سه ماه میشه، سه ماه وقت بله، میگیره، وقت تا میگیره. پایین بیاد. بعد قیمتش با قالی خیلی متفاوته؟ آره، اینا قیمتشون پایین تره تا قالی. یه گلیم چند قیمت شروع میشه تا چه قیمتی؟ گلیم 800 داریم به بالا، یعنی 8000 تومان. بستگی به طرحش داره با مساحتش، هر چی بزرگتر باشه قیمتش بیشتره، البته به طرحش هم خیلی اهمیت میده. چقدر طول میکشه تا آدم یاد بگیره گلیم بافیو؟ دیگه بستگی به این که شما ذوق این هنر رو داشته باشید که یاد بگیرید یا نه. خب این نفر که ذوق داشته باشه، استعداد داشته باشه، چقدر طول میکشه؟ تقریبا یک ماه میشه. به کیا یاد دادین شما؟ منم تقریبا 10 تا کارآموز داشتم. 10 تا داشتم، بله. بله. اینایی که اینجا دارن میفهمن چه نسبت باهاتون داره؟ دخترام هستن. بچه‌هاتون هستن. بله. یاد گرفتن بله. گلیم بافیو. بله. خیلی هم خوبه، دست شما درد نکنه که دارین حمایت میکنه صنایع دستی کشورمون. لباسا 4 تا تیکه هستن. دستمال که اصطلاحاً بهش میگن دستمال کلاغی، چارقد، پیراهن و دامنش که تو لهجه محلی بهش میگن تومون. خب هر کسی که دوست داشته باشه معمولاً پارچه آماده رو میگیره و پارچه آماده رو میدوزه، اما کسایی که بیشتر بخوان سلیقه به خرج بدن معمولاً با دستم روش کار میکنن. الان اینی که اینجا مشاهده میکنین با دست روش کار شده. اگر کسی بخواد هر سه تیکه، یعنی چارقد و پیراهن و دامنش رو با دست کار میکنه، اما اگر کسی نخواد فقط پیراهن و چارقد رو با دست کار میکنن. بعد زمانش هم اگر بخوان با دست کار کنن حدود یک ماه طول میکشه. هزینش هم بستگی به جنس پارچه و حالا طرحایی که میخوان توش به کار ببرن. آقا سپردن دست شما این قطعه رو دیگه ها؟ اینا کاره مامانتونن درسته؟ آره، در نگاه میکنه بپرسه، همه پشت صحنه میگن آره. خب، این هم از سوژه و گزارش امروزمون که تقدیم نگاه شما بینندگان عزیز برنامه همسفر شد. از پخت نان سنتی براتون گفتیم و صنایع دستی ارزشمند شهر جویم که همه اتفاقات در یک کاروانسرای قدیمی رخ داد و ما در این فضای تاریخی تونستیم یک جشن کوچکی رو تجربه کنیم. همراه همسفر ما باشین در سراسر ایران، این بار استان فارس، شهر زیبای جویم. 30085 رو فراموش نکنین، به اون پیامک بدین، انتقاد، پیشنهاد و حتی اگه دعوتی دارین ما رو از این طریق مطلع کنین. همینطور میتونین به سایت شبکه مراجعه کنین و برنامه‌های قبلی ما رو تماشا کنین. تا فردا سوژه دیگه، خدا نگهدار.